رزمندگان انقلابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همشهریان کابل، امروز شاهد میتینگ و مارش عظیم و پرشکوه مسلحانه اعضای ملکی حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستند. غریو این مارش عظیم و بزرگ پشت تمام دشمنان صلح و آزادی مردم افغانستان را به لرزه در خواهد آورد. سپاس بیکران از شما رزمندگان راه صلح، آزادی و نجات مردم افغانستان، از کادرها و صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک بار دیگر در این لحظه حساس ولی پر افتخار تاریخی، در شرایطی که اوضاع و احوال نظامی و سیاسی پیچیده و بغرنج می گردد، اعضای قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای نبرد سنگین مرد و زندگی آماده می گردد. حزب ما حزب روزهای دشوار و سرسخت است. ما بیاد می آوریم شهیدان گلگون کفن خیش را که بردانه در برابر شلیک های دشمن سینه های خیش را سپر ننگ شکست ها ساختن و هزاران هزار دیگر راه آنان را، راه مقدسشان را با افتخار، جانبازی و سربلندی با مارش ظفرآفرین به پیش تعقیب می نماید. سپاس عظیم به هر اوضاع، به هر سازمان اولیه که چنین قهرمانان و مبارزان واقعی را در آغوش خود پروردند. بله، حزب ما حزب روزهای دشوار، حزب قهرمانان، حزب شهیدان، حزب مبارزان واقعی، حزب وطن پرستان اصیل است. اینک که وطن یک بار دیگر از بیرون با تجاوز مواجه گردیده است، در پیشا پیش تمام صفوف مبارزان راه آزادی، فرزندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان جانبازانه می ایستند و از صلح، از آزادی، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور خیش، وطن خیش و مردم پر افتخار و شرافتمند خیش دفاع می نمایند. بیا بیا که فضاگرد کائنات شویم که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است. هوای کشور افغان و روح سرکش تو، هوای سرکش کشور من و روح سرکش تو، دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است. سرت ز مشت حوادث فرو نمی آید. سر مبارزه سر نیست، صخره سنگ است. رفقای انقلابی، ما این روزهای دشوار را
به همت و غیرت و ننگ شما فرزندان صدیق وطن پشت سر می گذرانیم و حتما با سربلندی و سرپیروزی در برابر تاریخ کشور خیش چهره خواهیم گشود. هموطنان عزیز، اگر ما سیاست مصالحه ملی را اعلان کردیم و آن را به پیش میبریم، اگر ما از تمام کانال ها مذاکره و مفاهمه را با مخالفین آغاز نمودیم، اگر ترجیح دادیم که تمام مسائل و قضایا نه از طریق جنگ بلکه از طریق مذاکره و دیالوگ حل و فصل گردد، اگر ما افراطیون را، اگر مخالفین را به امر صلح دعوت کردیم که دیگر دست به خونریزی مردم بیگناه نزنند، برای آن بوده است که ما در برابر تاریخ، مردم و کشور خیش مسئولیت داشتیم. شما قضاوت کنید، کنون قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور خیش عودت میکنند، ما به پای خیش میستیم و مستقلانه از وطن خیش، از وطن پدری و اجدادی خیش مردانه دفاع میکنیم. اگر ببینید ضد انقلابیون در کجا قرار دارند؟ آنها در پاکستان مرکز، دفتر و کمپ نظامی دارند. آنها در دستان استخبارات این کشورها، استخبارات نظامی پاکستان میلولند. آنها از آنجا اسلحه و آتش میفرستند تا وطن خیش را ویران سازند. تا دیروز ضد انقلابیون و افراطیون می گفتن که وطن توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده است، اکنون آنها به کشور خیش می روند، آنها به کشور خیش می روند. ولی شما ببینید، شما نظاره کنید که دیگران چشم اشغال را به کشور عزیز و محبوب ما دوختن، ولی بیاد داشته باشن که مردم شرافتمند افغانستان و در پیشا پیشان اعضای قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن و نیروهای ملی و دموکراتیک در وطن برای آنها درسهای عبرت انگیز و فراموش ناشدنی خواهند داد. رفقای رزمنده و انقلابی، از کجا نیست که ضد انقلابیون مشاورین کشورهای گوناگون و مختلف را به کشور ما می آورند و دست به دست آنها در یک محل و محل دیگر چکر می زنند؟ شما قضاوت کنین که آنها در کنرها سرک ساختن، جنگلات این وطن را قطع می کنند و به پاکستان صادر می نمایند. لاجورد، بیراید، زمرد این کشور و بیگانگان فروخته می شود. نیروهای ملیشه، جنرالان پاکستانی، نیروهای زریحی پاکستان، هلیکوپترهای پاکستان را برای تجاوز بر حریم مقدس خاک محبوب ما دعوت می کنند. چنین است چهره این ضد وطن پرستان، این ضد وطن، این ضد خلق، این ضد مردم. اینها که بجز حرف زور چیز دیگر را نمی دانند و گویا فیصله نمودند و کمر بستند که خون پاک فرزندان دلیر قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، خون وطن پرستان را بریزن، خون مردم بیگناه افغان را بریزن، اینها که داد و فریاد برا انداختن که امام خون ایجاد میکنن در شهر کابل، در شهرهای دیگر مردم را به قتل میرسانن، اینها که گویا دم و فریاد میزنن
که ما شهرها را به محاصره می کشیم و انسانها را می خواهیم گرسنه بمیرن و برای اجرای این اعمال خائنانه خیش ماهیت خیش را نیز پنهان نمی کنن. شما بگوید فرزندان رشید این وطن که در قبال چنین وضع چه باید کرد؟ مبارزه، بله مبارزه قاطع و در هم کوبنده. بله حزب ما، فرزندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن، از صلح در وطن، از تمامیت ارضی می توانند و باید بتوانند دفاع بکنند و این آزمون های دشوار ولی پر افتخار را پشت سر بگذارند. با موج زن تن خود را با قهر طوفان را، با موج زن تن خود را با قهر طوفان را، حریف رزم نهنگان شو و خطر بپذیر. ز کول و نمجو ز آسمان پناه مگیر، چو آفتاب به نور چراغ خیش با پیش، که زندگانی نبود جز نبرد بی تاخیر. ولی ما این روزهای دشوار که ما را به زندگی و نبرد بی تاخیر می طلبد، به ایثار و فداکاری و جانبازی می طلبد، پشت سر خواهیم گذاشت. ما از حیثیت آبرو و شرف مردم خیش، از حاکمیت ملی، از تمامیت ارضی کشور خیش، از صلح و آزادی مردم خیش دفاع خواهیم کرد و این را از پدران و نیاکان خیش با شکل حماسه‌آمیز فرا گرفته ایم و الهام گرفته ایم. بگذارین کشورهای خارجی سر و صداهای تبلیغاتی گوناگون را برا بیندازن و مطالب ضد و نقیض را در خور هضم مردم بدهن، ولی دولت جمهوری افغانستان، قوای مسلح جمهوری افغانستان، حزب قهرمان دموکراتیک خلق افغانستان، متحدین سیاسی آن، نیروهای وطن پرست ملی، شخصیت‌های ملی و قهرمان این وطن، همه و همه قادر هستند از خود مستقلانه دفاع کنند و بر تمام دشواری‌ها غلبه نمایند. مبارز قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رفقا وطن پرستان انقلابی، در این مرحله دفاع مستقلانه از وطن مسئولیت عظیم و بزرگ به دوش شماست. شما باید موجودیت خود را، شما باید حقیقت حزب خود را در میدان نبرد و مبارزه به اثبات برسانید. شما باید با قاطعیت هرچه تمام تر از مصالح و منافع اولیای مردم، با وحدت و یک پارچگی بی نظیر چون مشت فولادین و مستحکم، از شرف، عزت، ننگ، غیرت، ناموس و زندگی صلح‌آمیز خانواده های خود و خانواده های مردم افغانستان و شهریان کابل دفاع کنید. شما شهیدان گلگون کفنتان را که به خاطر وطن در قبرستان خفتن نه تنها فراموش نکنید، بلکه از آنها درس الهام بگیرید. شما شرف از عزت و نام پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برابر افراطیون تا آخر، تا سرحد پیروزی برزمین و بجنگید. همین اکنون رزمندگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ولایات کندهار،
ننگرهار، لغمان، زابل، جانانه و جنبازانه می رزمن و می جنگن و به اثبات رسانیدن که سر می دهن ولی سنگر نمی دهن. همین اکنون فرزندان دلیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سالنگ ها در برابر دزدان نان مردم می رزمن و می جنگن و افتخارات کمایی می کنن. رفقای عزیز، همشاعریان محترم کابل را، هموطنان عزیز را اطمینان می بخشیم ببینن که صرف قوای مسلح نه، بلکه رزمندگان سرسپرده حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز داوطلبانه حاضرن که به خاطر دفاع از شرف و حیثیت و ناموس و عزت آنها تا زنده هستن از جان شیرین خود می گذرن، ولی حیثیت و آبروی آنها را فراموش نخواهد کرد. بدون شک فرزندان مردم شرافتمند افغانستان و فرزندان شهریان کابل نیز در این مرحله دفاع واحد از کشور در کنار حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار خواهد گرفت. ما اطمینان کامل داریم که هر کوچه، هر بازار، هر محل، هر گذر به سنگر مطمئن دفاع شرافت و حیثیت مردم و شهریان کابل مبدل خواهد شد. ما به افراطیون هشدار می دهیم که تمام پلهای عقبگرد را قطع نموده ایم و فقط به پیش می رویم و این است فیصله رزمی و جنگی قرارگاه حزب دموکراتیک خلق افغانستان. هموطنان عزیز، ما یک قدم هم از مشی مصالحه ملی که ضامن سعادت و خوشبختی و صلح و آرامش مردم ماست عدول نمی کنیم. ما با مخالفین در هر حد و سویه که باشد و هر کجایی که خواسته باشند حاضریم و آماده ایم با مذاکره و مفاهمه بنشینیم، ولی بیاد داشته باشند که یک قدم هم از موضع اصولی خیش، از دفاع مشروع وطن، صلح و نوامیس ملی خیش نیز باقب نخواهیم رفت. ما زمانی که سیاست خیش را بر دیگران دیکته نمی کنیم، دیکته و تحکم سیاست دیگران را نیز نمی پذیریم. ما در سنگر دفاع از وطن نیرومند استاده ایم. در این امر مقدس خدا با ماست، مردم با ماست، تاریخ با ماست. ما با غیرت و شهامت افغانی اعلام می داریم که آینده از آن ماست، آینده از آن مردم افغانستان است، نه از آنانی که جنگ را به خاطر بیگانگان شعار می دهند. رزمندگان انقلابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سیماهای شجاع شما اراده، تصمیم، قاطعیت، استواری و پایداری را می‌بینیم. بله، مردم وطن حق دارند از چنین ورزندان دلیر و جسور خیش بخواهند که از حیثیت و شرافت آنها دفاع بکنند. حق دارن بر این فرزندان خطاب بکنن که با وطن عشق بورزین، با وطن را دوست داشته باشین. بگذارین رفقای گرامی به هموطنان خیش این اطمینان را بدهیم که دوست داریم این وطن را، ظلمت شبهای و را
دوست داریم این وطن را، ظلمت شبهای او را، در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، خلق بی همتای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فت او را، آینده زیبای او را. رفقای دلیر و رزمنده، رفقای دلیر و قهرمان، با سرود حزب بر لب، با مارش ظفرآفرین به پیش. زنده باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان. رفیق عزیز نجیب الله، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس جمهور افغانستان، از صحبت انقلابی و پرز احساس شما عمیقا سپاسگزار هستیم. به شما و رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان اطمینان میدهیم که در چنین لحظات سرنوشت ساز، اعضای سازمان حزبی ما رسالت و وجیبه خود می دانند تا در دفاع از وطن و منافع مردم با یک مشت آهنین بسیج کردند. آره هموطنان سوالخواه، امروز فرزندان صدیق و سرسپرده شما یک بار دیگر تجدید پیمان می کنند که تا خون در رگهایشان جاری است و حمایت مردم سوالخواه افغان از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به طور مستقلانه دفاع خواهند کرد. اینان فرزندان کاوه آهنگر و ابو مسلم خراسانی هستند، وارثان برحق امین الله خان لوگری، عبدالرحمن خان لودین، غلام نبی خان چرخی، میربچه خان کوهدامنی، محمد سرور جویا، محمد انور بسمل و دیگر آزادی خواهان نامدار کشورند که قلبهایشان فقط و فقط به خاطر آزادی و سربلندی زادگاه نیاکان پر افتخارشان در تپش است. رزمندگان شجاع حزب دموکراتیک خلق افغانستان امروز یک بار دیگر تاریخ رزم و پیکار پدران شجاعشان را مهر جاودانگی کوبیدند و با اراده آهنین و استوار به مردم سوالخواه و مسلمان ما اطمینان بخشیدند که همانند نیاکان دلیر و آزادی دوستشان در صف مقدم مبارزه از آرامش و صلح در کشور و از آزادی و استقلال وطن به طور مستقلانه دفاع و پاسداری خواهند کرد و به هیچ نیروی اهریمنی و جنگ افروز اجازه نخواهند داد تا بر حریم مقدس خانه مشترک ما افغانستان حمله و تجاوز روا دارند. دلیر مردان با شهامت حزب دموکراتیک خلق افغانستان همان گونه که تا کنون با پایمردی در برابر راهزنان و قطاع طریقان جنگ طلب رزمیدند، در آینده نیز هرگز با آنان اجازه نخواهند داد تا آب و نان هموطنان سالخواه ما را بدزدند و کودکان و مادران آرزومند ما را از سرمای زمستان رنج بدهند. از سیمای این رادمردان، از سیمای این مردان و زنان شجاع فقط یک حرف را میتوان به صراحت خواند و آن قاطعیت و اراده محکم به تأمین صلح و امیدواری به آینده پر از صفا و نور در سرزمین آزاده ما افغانستان سربلند میباشد. Shut up.
میزد شرر پسته پسته تو 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 پسته پسته پاک داده ای جان به خاک داده ای جان که پاک داده ای باز عشق این وطن